به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرنهای دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پاسگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده این مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. پاک دو بر مرد تاریخ ایران و جهان اعلی حضرت جاوید رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب آقای مهندس سیاوش گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. 50 سال پیش در چنین لحظاتی، چنین روزی، روزگارانی، چه روزگاران خوشی، ابرمرد تاریخ قرن بیستم، ابرمرد تاریخ ایران و جهان، اعلی حضرت همایون محمد رضا شاه پهلوی، شاهنشاه آریامهر بزرگ، خدایگان، بنیانگذار تمدن نوین، در برابر آرامگاه یکی از فرزندان این مرز بود، کوروش بزرگ، یکی از باشکوه ترین، به یاد ماندنی ترین جشنهای جهان رو برگزار کرد.
جشنی که در آن تاریخ در برابر چشمان حیرت زده سران و کشورهای جهان رژه رفت. آریامهر بزرگ در منطقه پاسارگاد جشنهایی رو برگزار کردن که مجموعاً به نام جشنهای 2500 سال روز شاهنشاهی ایران در تاریخ ثبت شد، که اوج این جشنها رژه تاریخ در برابر چشمان رهبران جهان بود. و سرانجام آن نطق تاریخی ابرمرد بی بدیل تاریخ ایران و جهان، ابرمردی که در طول سلطنت پر افتخارشون ایران اشغال شده رو تبدیل کرده بودن به یک کشور مستقل و از ملت فقیر ایران مردمی خوشبخت، سربلند، با وقار، با غرور و به راستی ملت بزرگی ساخت. یکی از فرزندان نیک ایران زمین، آریامهر بزرگ به عنوان پادشاه وقت در برابر آرامگاه یکی دیگر از فرزندان نیک سرزمین ایران، کوروش بزرگ، به نمایندگی از سوی ملت بزرگ ایران فرمودند کوروش آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم و همواره نیز بیدار خواهیم بود. خدایگان در این چند روز جشن‌های زیبای 2500 سال روز شاهنشاهی ایران اعاده حیثیت ملی کرد و به جهانیان از کوروش، از هخامنشیان تا پهلوی رو نشون داد. هر آنچه که در برابر چشمان بهت زده سلاطین کشورهای جهان به حرکت در می اومد، به مانند پرده سینما یک بخش از تاریخ پر افتخار سرزمین آریای ما، بخشی از یک تاریخی که به راستی پر از فراز و نشیب بود، پر از خاطرات تلخ و شیرین، شکست‌ها، پیروزی‌ها و کشورگشایی‌ها، از دست دادن مناطقی از خاک ایران و سرانجام تغییر و تحولاتی که پس از 2500 سال ایران رو رسونده بود به دوران پر افتخار پهلوی، دورانی که پس از حمله تازیان نه به گفته ما عاشقان پهلوی، به گفته تاریخ، به ثبت تاریخ، بنا به تمام اسناد ایران پس از حمله تازیان حالا به نقطه اوج رسیده، در اوج اقتدار بود از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و در همه زمینه‌ها رشد
چشمگیری داشتیم. تمام انسان‌هایی که برای این جشن‌ها زحمت کشیدن، هر کدوم به نحوی هدفشون این بود که سهمی در نشان دادن تاریخ، فرهنگ و تمدن ایرانی داشته باشه. آریا مهر بزرگ با نمایش زیبایی که در تخت جمشید راه افتاد به جهانیان ثابت کردند که اگر امروز دنیا به دنبال حقوق بشر است، اگر امروز بشریت از تمدن، از فرهنگ، از همزیستی مسالمت آمیز، از برادری و برابری و اخوت داره صحبت میکنه، در هر دینی، در هر آیین، در هر فرهنگی در این جهان که دنیا میخواد بره به سمت یک زندگی مسالمت آمیز، به سمت یک زندگی که دیگه نژاد و مذهب، زبان و رنگ پوست و تمام این مسائلی که باعث میشه انسان‌ها از هم جدا بشن و به دیده بیگانه به هم نگاه کنن، زردپوست‌ها به دیده تحقیر نگاه کنن به سیاه‌پوست‌ها، سیاه‌پوست مورد تحقیر قرار بگیره، سفیدپوست بخواد حاکم بشه، سرخ‌پوست و دورگه بخواد قتل عام بشه و همه بشریت در فکر این هستن که تمام این کارهای زشت غیر اخلاقی و غیر انسانی رو کنار بگذارن و جهان بتونه زیر یک سقف با هم زندگی بکنن و قبول بکنن که زیبایی‌های این دنیا به همینه که شما در سراسر این کره خاکی که نگاه میکنی، انسان‌ها با چهره‌های متفاوت، با گویش‌های متفاوت، زبان، مذهب و آداب و رسوم مخصوص خودشون بنا به اقلیم، موقعیت اقلیمی و جغرافیاییشون دارن زندگی میکنن و چقدر زیباست که این همه زیبایی در این جهان وجود داره و ما نباید به چشم زشت، به چشم بد، به چشم تحقیر به انسان‌های نگاه کنیم که فقط رنگ پوستشون با ما تفاوت داره یا مذهبشون با ما تفاوت داره، ولی در نهایت همه ما انسانیم، این سیستم بدنی همه ما یکیه. و آریا مهر بزرگ این رو به جهانیون در اصل به نمایش در آوردن که اگر امروز صحبت از تمدن، از فرهنگ، از زندگی مسالمت آمیز، از برادری، از عشق، از مهر در جهان هست، بنیاد شما ایرانیا نهادیم. یک پادشاهی به نام کوروش بزرگ که نخستین انسانی که حقوق بشر رو برای بشریت به ارمغان میاد و انسان‌هایی که به هر دلیلی به عنوان دلیل مذهبی، دلیل قومی، نژادی یا به هر دلیل دیگری تحت ستم ستمگران هستن، این کوروش هست که با ارتش مقتدری که در اختیار داشت بره و ستمگران رو نابود و اسیران رو آزاد بکنه، بهشون آزادی بده که اونا برگردن به سرزمینای خودشون، به سرزمینایی که در اون متولد شدن و متعلق به اونجا هستن. و همین دلیل باعث شد که هر جا که کوروش بزرگ، آن پادشاه مقتدر ایران، آن فرزند خلف قوم نیک آریا، قوم پاک آریا قدم میذاشت به اتفاق ارتشش، خیلی از مردم اون سرزمین ها از مصر بگیری تا بابل، از آشوریان و کلدانیان بگیری تا فنیدی ها و سایر اقوام دیگر، حتی بربرهایی که در آن طرف دریای سرخ بودند، در صحرای سینا بودند، در شبه جزیره که امروز ما بهش میگیم عربستان بودند و در
آسیای میانه و در شرق زمین، مشرق زمین، در چین، در هند، خیلی ها با ارتش کوروش بزرگ برمیگشتن ایران و در ایران زاد و ولد کردن و این افتخار بزرگی است برای ما ملت ایران که وقتی در خوزستان عزیز خطه زرخیزمون نگاه میکنیم و میبینیم بچه های خوزستان با اون چهره های سوخته با یک گونجش خاص و وقتی که به منطقه کناره های دریای مازندران میریم بچه های ترکمن رو میبینیم با اون چشم های بادامی، به سمت خراسان میریم با اون گونه های برآمده، به سمت آذربایجان میریم با یک چهره های کمی سبزه و سفید و بعد به کردستان میایم که در اونجا میبینیم چهره ها و موهای روشن، چشمای سبز، چشمای آبی و به لرستان میریم، اونجا میبینیم باز هم چهره ها عوض میشه، به بلوچستان میریم، وقتی که سری میزنیم به کویر ایران، به طبس میریم، به بیرجند، به تربتجان، میریم به سمت سمنان، شاهرود، میایم به سمت نیشابور و بعد سرازیر میشیم به پایین، میریم به سمت اصفهان، به سمت دشت کرمان، به سمت یزد، به سمت هرمزگان، استان زیبای فارس و بعد چهارمحال بختیاری و بعد کوهگلوی رحمت، به سمت ایلام، کرمانشاهان، به سمت همدان، زنجان، دشت قزوین، گیلان و مازندران. هر جا رو که شما یه نگاهی میاندازید چهره های خاصی رو میبینید، گویش های خاصی رو میبینید، آداب و رسوم خاصی برای خودشون دارن و این رنگارنگ بودن قوم آریا رو نشون میده که امروز زبان زیبای پارسی در دوشنبه، سمرقند، بخارا، هرات، کابل، قندهار و در تاشکند، در اشقابات، باکو، ایروان و تفلیس و حتی بالاتر از مناطقی که امروز دیگه مرزبندی های دروغین و استعماری اسامی عجیب و غریبی در اون کشورها گذاشتن، ولی جاپای پارسیان رو میبینید در یونان، در جنوب ایتالیا، بلغارستان، رومانیز، تمام سرزمین ترکیه، کل منطقه خاورمیانه و میری تا بلغارستان، تا مولداوی، تا اوکراین، تا سرزمین روسیه و قزاقستان و قرقیزستان و ازبک‌ها و همه جا و حتی در چین و ماچین که وقتی نوروز باستانی میشه که امروز مشتی ابله با تحریف تاریخ مزخرفاتی میگن بدون هیچ پشتوانه تاریخی، همونطور که نام مولوی و سایر شعرهای ما رو برای خودشون دارن قبضه میکنن و میدوزن به خیال خام خودشون و وحشیانه پلیس استان آذربایجان ایرانیان رفته به اون استان رو اونطوری کتک میزنن، خب از چشم تاریخ پنهان نمیمونه. و زمانی که نوروز در یک ساعت، در یک دقیقه، در یک ثانیه اعلام میشه که سال نو شد، نوروز آمد، چه خوش آمد، مهم نیست شما در کجای این کره خاکی باشید، مهم این استش که اعتقاد داشته باشید به نوروز، پارس زبان باشید، آریایی باشید و همه در یک لحظه به هم میگیم نوروز پیروز. این آن چیزی بود که ابرمرد تاریخ ایران و جهان اعلی حضرت خدایگان آریامهر بزرگ براستی ابرمرد بیبدیل تاریخ ایران و جهان، یکی از بزرگان قرن بیستم، به جهانیان نشون داد. ولی خب این یک قسمت داستان بود، این زیباترین، اصلیترین، واقعیترین قسمت این واقعیت شیرین تاریخ بود. ولی که دشمنان
دشمنان قسم خورده شاه، ملت و کشور عزیز ایران بیشک و تردید بیکار نمی نشستن. باید دست به قلم می شدن، باید شعر می سرودن، فیلم ها می ساختن، کتب چاپ می کردن، کتاب هایی چاپ می کردن. در نشریاتشون به ویژه در قسمت چپ مثل لوموند شروع می کردن به مزخرفات و مزخرف نوشتن. ملت ایران رو ملتی فقیر گرسنه که در حلبی آباد در حلبی زندگی میکنه و فقر سراسر ایران رو گرفته، مردم از شدت فقر حتی توانایی اینکه بچه هاشون رو مدرسه بفرستن رو ندارن، هنوز روستاهای ایران فاقد برق و فاقد آب آشامیدنی، آب لوله کشی، هنوز پایتخت ایران خاموشی سراسری داره، هنوز ایران به مرحله‌ای نرسیده که لیاقت برپای چنین جشنهایی داشته باشه. اینها دیکته میشد از مسکو، از لندن، پاریس، برلین و بخش وسیعی هم در واشنگتن و نقاط دیگر و پکن و طبیعتاً پاره از کشورهای منطقه از جمله در بغداد و در قاهره و این پخش میشد. عواملشون در ایران تحت عناوین دروغین سازمان چریکای فدایی خلق روسیه، سازمان تروریستی مجاهدین و به ویژه مصدقی های ایران بر باده که دشمنان قسم خورده ایران و ایرانی بودند و هستند و خواهند بود و امروز شاگرد پادوهاشون در اینجا و آنجا، در اینجا نه در این تلویزیون، در لجنجلس و در لندن و در واشنگتن هنوز مشغول لجن پراکنی هستند و اگر احیاناً یکی دو میهن پرست موفق میشن در برابرشون بایستن با حمله گازنبوری چند تنه مثل گراز وحشی دور از حضور گراز، با پوزش از حضور گراز وحشی که بسیار شرف داره، همچنان مشغول لجن پراکنی هستن، در حالی که خودشون بهتر از همه میدونن که جشن های 2500 روز شاهنشاهی ایران کشور ایران رو در مسیری قرار داد که اگر 7 سال بعد در سال 2537 شاهنشاهی فتنه خمینی، اون بلوا، اون آشوب که من همیشه ازش به عنوان شورش 57 نام بردم و نام خواهم برد و نامش انقلاب نیست، 7 سال بعد شورش 57 اگر اتفاق نمی افتاد، ایران برای رسیدن به تمام آنچه که مورد تفکر آریامهر بود و آنچه که خواست خدای بیبدیل ایران و جهان بود، فقط یک قدم کوچک دیگر فاصله داشت. از نظر زمانی چیزی حدود 5 سال و ایران به نقطه غیر قابل بازگشت می رسید، نقطه‌ای که دیگر با هیچ توطئه‌ای از سوی لندن، نه با بهار عربی، نه با پاییز 57، نه با فتنه مذهبی، نه با مزخرفات شیعه‌گری، نه به نام خدا و رسول خدا، نه به نام دروغین کودتاهای کمونیستی و نه هیچ نام و اسم دیگری، از دیوار آهنین آریایان نمیتونستن رد بشن. نیمی از این دیوار ساخته شده بود در برابر کمونیست و فقط نیم دیگری از این دیوار مونده بود در برابر ارتجاع سیاه، یعنی آخوند، یعنی مذهب، که متاسفانه زمان با ما همکاری نکرد، با ما یاری نکرد، ما رو کمک نکرد و با شکست سنگینی خوردیم در سال 2537 شاهنشاهی، شکستی که با کمال تأسف شوربختانه و
هنرپیشگان اصلیش و گردانندگان اصلیش شوربختانه ما ملت ایران بودیم، ملتی که به دلیل شکم سیر اسیر مزخرفات و توطئه‌های جهانی شد و تقاضاهایش بیشتر بود، ضمن این که میخواست بیشتر بنوشه، بیشتر بخوره، بیشتر بپوشه، بیشتر تفریح کنه، بیشتر کیف کنه، بیشتر لذت ببره زندگیش، در کنارش ناراحت اسلام ناب نامحمدی بود که تمام آنچه که داشتیم رو ازمون گرفتن و با کمال میل اسلام ناب نامحمدی رو تقدیم حضور همه ما کردن و هنوز همون شاگرد پادوهاشون، همونایی که در سازمان برنامه و بودجه بهشون میگفتن فری چتر باز و امروز در تدیلهی به نام اندیشه مشغول لجن پراکنی هستن و سایر اراذل اوباش که در سفارتهای ایتالیا، فرانسه، انگلیس، آلمان، بلژیک، شوروی سابق میرفتن شعر میخوندن و امروز در لجنجلس منقل جلوشون میذارن تا با فرستادگان جمهوری اسلامی، تا با بنیانگذار اطلاعات و ضد اطلاعات سپاه، محسن آدمکش، محسن ملخ، یکی از مأمورین حرفه‌ای انگلیس، یک جنایتکار دزد که ماهیانه حقوقش میرزن در حسابش در سوئیس، تا مشغول لجن براکنی باشن و عده شاگرد پادو و عکاس که امروز به خودشون میگن ما روزنامه نگار ساده ای هستیم، مثل لجن فروش دزد که به دلیل دزدی و کلاهبرداری وزارت اطلاعات به خارج از کشور میفرستتش و امروز میاد و میگه دیگه تنها راه نجات ایران قبول قانون اساسی جمهوری اسلامی است که از درونش مذهب رو بکشیم بذاریم کنار و جمهوریت رو قبول کنیم. و خوشحالم و خوشبختم و خوشبختم و خدا رو شکر میکنم از این که در راهی قدم گذاشتم که میدونستم مورد تیررس دشمنان قرار میگیرم، حتی میدونستم خودی ها به من خیلی خورده میگیرن اگر حمله نکنن، اگر فوشم ندن، اگر تهمت بهم نزنن، اگر از صفحه روزگار پاکم نکنن، با زبان به اصطلاح دوستانه منو مورد خطاب قرار میده. ولی ایستادم و همه شونو افشا کردم یکتنی و امروز دارم محاصل کارم رو میبینم، همونطور که خدایگان آریامهر بزرگ از اون بالا از توی ابرها، آسمونا، اون روح سرگردان آن مرد که تا به ایران باز نگردانیم او را و جسمش را و با کمال احترام، با عزت و احترام در پرچم مقدس سرنگ شیر و خورشید نشان ایران در خاکی که برای او زحمت کشید و اون خاک عشق می‌ورزید، با کمال احترام در اون خاک برای ابد به خاک نسپاریمش، در کنار قهرمانان ارتش شاهنشاهی ایران و با گلاب ساخت ایران، با اشک چشم ایرانی هر روز سنگ آرامگاهش رو نشوریم، ازش عذرخواهی نکنیم، هر روز دسته دسته به زیارت آرامگاهش ندیم و از پدر ایران، از بنیانگذار ایرانی که هنوز افتخارات اون دوران باعث سربلندی همه ما ایرانیان است، از اون بالا داره همه ما رو میبینه که سرانجام فرمایشاتش، نصایحش و تمام آنچه که برای ملتش، برای ارتشش، برای کشورش آرزو داشت، یکی پس از دیگری داره خودشون نشون میده و ملتش امروز در خیابان‌ها خواهان بازگشت همون سیستم و همون جریان.
ملتی که منتظر ورود فرزند آن خدای بی‌بدیل تاریخ ایران و جهان، ملتی که بی شک و تردید بزرگترین استقبال تاریخی رو از بازگشت پادشاهی پهلوی به ایران به زودی زود به نمایش تاریخ در میاد، ملتی که پای پیاده از سراسر جهان برای زیارت آرامگاه رضا شاه بزرگ و آریامهر بزرگ و قهرمانان ملی کشورمان و آرامگاهشون خواهیم رفت و به همشون خواهیم گفت آسوده بخوابید، زیرا که ما بیداریم و همواره نیز بیدار خواهیم بود. روانشان شاد، یادشان گرامی و راهشان ادامه. از جناب مهندس خواهش میکنم که نقاشی های بچه ها رو شماره 1 و 2 رو پخش کنن، نقاشی ها رو ببینیم، بیاییم و کارمون رو ادامه بدیم. زمینه که خواهش میکنم میهن پرستان عزیز لطف محبت بکنن و خودشون سنگر خودمون رو نگه، سنگرمون رو حفظ بکن، تنها سنگر باقی مانده برای حمایت از مشروطه پادشاهی، به پادشاهی علی‌حضرت سیروس، رضا شاه دوم، پهلوی سوم که امروز شاهدم همه ملت ایران به پادشاه خودش میگه سیروس پهلوی سوم. آفرین به ملت هوشیار ایران که سرانجام این شاهزاده‌بازی و شاهزاده‌بازی رو از دهنتون گرفتید. ایشون اعلی حضرت سیروس پهلوی سوم هستن، رضا شاه دوم، پهلوی سوم. ممنونم از توجهتون. بریم به نقاشی عزیزامون نگاه بکنیم که خیلی زیباست برای تولد اولیاعظم شعبانو فرح پهلوی. چند تا دیگه هم هست، اونا رو هم گذاشتیم برای چهارشنبه. هر چی هم باز دوست دارید بکشید، دوشنبه دیگه هم باز پخش خواهیم کرد. هر چی دوست دارید نقاشی بکشید، فقط جاویدشا یادتون نره که یادتون نمیره. آفرین به بچه‌ها. جناب مهندس من در خدمتتون.
سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی و آفرین به عزیزان ما، نوجوانان ما، بچه های عزیز ما و خانم ها آقایون، باری کلا به دختر خانم ها و پسر ها آفرین. بازم برای من بچه ها پیام باشن آقا ما مثلا 38 ساله من میتونم نقاشی برسم. چرا نمیتونیم؟ ما به بهانه بچه ها داریم میگیم، وگرنه نقاشی یا هنره. نقاشی بکشید فقط جاویچا دیگه به کوچیک و بزرگی رفت نمیره. جاویچا رو یادتون نره، جاویچا رو بنویسید. حالا شاید تولد اولی ازد ما زیر سیبیلی رد کردیم، ولی جاویچا یادتون نه. دخترها، پسرها، جاویچا یادتون نه. عرض کنم حضور شما، پدر الی همراز ما عزیز ما از اسرائیل 75 دلار دست درد نکنه. پدر الی عزیز ما از اسرائیل 75 دلار عاشق شاهزاده، تو رو خود نگید شاهزاده، عاشق شاهزاده از استرالیا 30 دلار. درود به روان پاک پدر و مادر رضا احمدی، قربون شما، امیدوارم همیشه سلامت باشه. خیلی ازت ممنونم. عاشق شاهزاده از استرالیا 30 دلار. آقا فرشید ما هم با جابجا از آلمان 5 یورو دست درد نکنه. آقا فرشید عزیز عرض کنم همشهری امیرکبیرم 25 دلار، دست همشهری امیرکبیرم درد نکنه. آقا شهرام هم که تلفن گذاشتی که فهمیدید بعد برنامه، چشمم بعد برنامه آقا شهرام به شما زنگ میزنم. امیدوارم تلفنی که دادی تلفن واتساپ باشه. بله که زنگ بزنم. اگر هست زنگ بزن به آقای سیاوش بفرمایید که تلفن واتساپ یا واتساپ چی بشه، ما بهش میگیم واتساپ، که به زنگ بزنم. خب این سری برای من پیام فرستادن، من یه دونهشو پخش میکنم، همینطوری قرعه کشی کردم، یکیشو کشیدم بیرون. من میشناسم نه هیچی، پارتی بازی نگردم چون وقت نیست، وقت نیست. یه عده هم گفتید آقا دوباره این برنامه ای که مثلا ما میگفتیم من سرباز اعلی از سیروس و دوشار دون پرنسون سب کنید، برنامه داریم همه چی به موقع. من حواسم هست، یادم نرفت، همه چی به موقع. یه پیامی هست از یک نوجوانی از مشهد و یک پیامی هم هست یکی از عزیزای ما، بچه های عزیز میانپرست دیگر ما از تخت جمشید که باریکلا هیچ چیز درست میکنید میگین اینو میفرستم برای گزارش کرد، نه درست کنید بفرستید برای ایران آریایی، بگید ما اینو میفرستیم برای ایران آریایی، خودمون رو تحویل بگیریم، برای خودمون پپسی باز بکنیم که دیگران هم برامون کوکاکولا و کانادایی باز بکنن. وقتی ما خودمون تو سر خودمون میزنیم به اسم مشروط خواه، میریم برای هم دیگه زیر آب هم دیگه رو تو لندن و بلژیک و لس آنجلس میزنیم زیر پای هم دیگه رو خالی میکنیم، بعد میخوایم همش خودمونو مطرح بکنیم و همرزم خودمونو بکوبیم، اینطوری میشه که لگن فروش دوز یک بی سواد چلغوز نفهم بیاد و بخواد یه روز بگه رادیو پدر، که رادیو بی پدر شد، دوز پول مردمو دزدی، دزد. یه روز بیاد بگه دولت در تبعید با اون یارو چیچیلیلو بود، اصولیلو بود که بود مرکه نیم میلیون دلار اونطوری کشید بالا. یه روز بیاد بگه نام سفیدی در راه هست، اینجوری مایه بکشه بالا، هر نومایی سه مایی یه جنگولای بازی در بیاره. حالا بیاد بگه قانون اساسی جمهوری اسلامی رو درست کنیم با کی؟ علی تجزیه و غیر ازاله. حالا دیدی چرا با احمدی نژاد رفت صحبت کرد با محمود مشنگ؟ حالا دیدی چرا سارق کسافت کلام و آب و اونجا؟ حالا دیدی چرا با یارو حشمت تیخکش گفته بود کرد؟ حالا دیدی چرا خردی رو آورد اونجا باش صحبت کرد؟ حالا دیدی چرا اون طرفی قش کرد؟ چون حمید پانداز بهش گفت مایه تیله اون بره نشین کتاب بره شهبانو چاپ بکن، توش مایه نداره، پول نداره، سلطنت طلبا پول بده نیستن، اون بره قش کن. اینم چون عادت داره برای پول همه چیشو بده، البته چیزی نداره برای دادن به عنوان یه مرد، ولی خب میده دیگه، هر جوری باشه میده، دوست داره، خوشش میاد. بعد وقتی من نمیخوام کار به کارش داشته باشم چون تنش میخاره، آلرژی داره، دوست داره. خب منم تو آلمان بهترین دواهای ضد آلرژی و ضد خارش تو آلمان، کرمش هست، قرصش هست، شیافش هست، منم میخارونم. بله یارون بالا گفت خواهش میکنم به صمد آقا، گفت چی خارش میکنی؟ الان من میخارم. گفت نه خواهش میکنم. خود شما میگه خارش میکنم، چون صمد آقا نمیدونست خواهش میکنم و خارش میکنم چیه. گفت ما میخارونم. گفت نمیخواد، اگه خارید میگم دوستان بخارونن. گفت نه ما میخارونیم. افتادم روی مهندس و رفقاش هم همکاری کردم و چونکه مهندس رو خاروندن و اینم میخاره، خب ما هم میخارونیم. ما دست به خاروندنمون گود و کفنت کرده و گروه بدیم. آره تو به ما
چیز بده، سوژه بده، ما میخوریم. جناب مهندس سه و چهار رو لطف مردد بفرمیم تا ما اینجا هستیم و همه تو میخوریم، از فری چهت باز تا تو آشغال در پیتی. ایوه آشغال با درود. خجسته زادروز زیباترین ملکه سرزمین آریایی را به اولیا حضرت شهبانوی عزیز شادباش عرض میکنیم. امید که به زودی زود با شکوه‌ترین جشن تاریخ را در میهن عزیزمان با حضور شما و اعلی حضرت سیروس رضا شاه دوم برگزار نماییم. پاینده ایران جاوید شاه، آتیلا 15 ساله از مشهد. امروز 26 مهر ماه 2580 شاهنشاهی، جا داره در این مکان مقدس درود میفرستم به مردان تاریخ ایران و جهان، اعلی حضرتین جاوید رضا شاه بزرگ بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ بنیانگذار تمدن نوین، و درود میفرستم به اعلی حضرت سیروس شاه بزرگ علاقه احمدی عزیز. فیلمو تقدیم میکنم به شبکه ایران آریایی. پاینده ایران جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی و آفرین به این دو عزیز ما از ایران، از برابر آرامگاه کوروش عرض کنم و از این نوجوان عزیز از مشهد. آفرین. پیامم زیاد بود، به حال همین دوتا رو گفتیم چون دیگه گفتیم به حال بدونن که پخش میشه. اما در مورد جشنهای 2500 سالروز شاهنشاهی ایران کلید کرده بودن چند تا جنبش. یکی این که این همش میخواستن مسخره بکنن، کارشون اینه. یکی این که میگفتم که آقا ملت فقیر بدبخت بیچاره حلبی آباد چیچی آباد مون ندارن بخورن، 100 میلیون دلار رفتن خرج کردن. بعد دیدن ای حرفشون گرفت، جامعه هم که گیج بود، چون اگر گیج نبودیم یه بی سوادی نمیرفت دوربین بگیری دستش یه شبه بشه کیمیایی. بعد فیلم بلوچ رو همون موقع بسازه که بلوچ در زاهدان که وبا اومده و همینطوری داره آدم میکشه، یه دفعه میاد تهران و میبینه دکورای جشنهای 2500 سالروز شاهنشاهی ایران، و بعد بلوچ ساده در تهران به لجن کشیده میشه. و بخواد این که بیشتر سرصدا بکنی فیلم، از یکی دوتا از درشتای سینمای ایران هم استفاده میکنه و یک نقش زشت هم به بزرگ سینمای ما ایران عزیز زنده یاد میده و ببینن جواب میده. میگم خب تو هم پس برو بالا و بگو یا برای همیشه معتاد، تو برو منقل سلامت. بگه ای جواب میده، پس نگین 100 میلیون، بگین 500 میلیون. هر چی دروغ گنده تر باشه بیشتر جا میفته. بعد کمونیستا، توده‌ای های همیشه خائن که مغز کثافت متفکرشون کیانوری بود، میرفتن تاکسی کرایه میکردن، مثلا رفیق داشتن میگه، میگه مثلا عباس، محمد، یه امروزی دو سه ساعت تاکسی تو میخوام، دخلت هم میدم، مثلا از صبح تا شب تو چقدر در میدی؟ مثلا میگه 200 تومان، 300 تومان، 200 300 تومان زمان شاهنشاه، نه الان شما مثلا 200 میلیارد، 500 میلیارد، نه من زمان علازتی حرف میزنم. مثلا به این 500 تومان تاکسی باشه، دمتون گرم. میرفتن مسافر میزدن پخش میشدن تو تهران، یه سری پیچ شنگون کار میکردن، یه سری ملی ولی هست بودن، یه سری ملی مثلا مخور دوله بودن، یه سری مثلا واهن، یه سری مثلا طرف خیام آیزنابه پخش میشدن تو تهران، مثلا چند نفر، 30-40 نفر بعد کافی بودا برای پخش شایعه. مثل کرونا که یکی میگه هر چی تموم شد یه شهر گده، بعد پخش میشدن شروع میکردن تو ماشینا اینا بحث و راه میداختن، دو سه تا مسافر میزدن راه دور
مسئولان میگفتن آقا این جشن هم خیلی چیزا خدا از تو نکنه این دخل من ده تومن هم در نمیوردم اینا من نمیدونم اینا شایعه پخش میشه چه میگن 200 میلیون نمیدونم والا 100 میلیون 150 میلیون 500 میلیون دلار خرج خود نمیدونم خب توی آموزش و پرورش هم داشتن معلمینشون معلم بود، دبیر بود، زن بود، مرد بود، دانشجوهایی که میخواستن مثلا بیان اونم کمکی تو وزارت آموزش پرورش میگرفت از کسانی که دانشجو بودن، سال آخر بودن، یک کمک هزینهی براشون میشد مثلا من یکی بود خانم علایی بود اسمش، هیچ وقت آدم نمیره، از اون توده یا بود کتاب هست بعد تو دماغی هم حفظه، مثل اینا هست همه موت شده دماغشون رو میدارن مثلا نه اینطوری بعد این شروع میکنم ما نمیفهمیدیم اون که از سبب راهنمایی بودم روزو تو منصر راهنمایی بودم اون یادمه بعد این هفته ای هم یه بار میومد دو ساعت خداییش هم یادم نمیاد میومد چه درسی میبرده یادم نمیاد حرف و فن بود میومد انشا میومد خلاصه یه هفته ای ما یه باری نمیدیدیم جلسه ما میومد میومد بعد یه چیزایی میگفت من نمیفهمیدیم یعنی حداقل من نمیفهمیدم وقتی من تا خونه میگفتم بابام یواشه که زیر بوش مادرم میگفت پدر سود از اون توده یا سا من نمیفهمیدم توده یا یعنی چی در حال همه جا بودن اینا همه جا بودن و تو کارگران بودن الان خودشون هم میان جلو تلویزیون میگن میان میگن که ما شبنامه پخش کردیم بین کارگران تو ایران ناسیونال بود تو زباهن بود تو تراتورسازی بود همه جا بود توی روزنامه نگارا بودن توی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بودن خره خراتی میکرد بودن و همه جا بودن همه جا نفوذ داشتن جامعه رو مسموم میکردن جامعه رو مسموم میکردن این سم همینطوری مثل دود سیگار دیدی میدی بیرون پخش میشه تو یه قسمت نمیده تو پخش میشه دوده دیگه گازه این گاز سمی پخش میشد پخش میشد دیگه هر کسی یه کشیده از این گازه میخورد من بچه دانش آموز از مدرسه که مثلا میومدم بیرون از دم کتاب فروشی ها که رد میشون فضول بودیم مثلا میدیدیم میدید ماهی از پا شور بیرون افته ما بایدسه نگاه میکردیم گوش میکردیم ادم این صفحه فروشی ها فقط اینا رو پخش میکردن صدا بیرون مثلا آمنه چشم چراغ منه رو گوش نمیکردن اینا رو پخش میکردن دنیای زندونی دیواره درارارام درارارام من همه اینا رو مال هم موقع از که حفظم بعد خانه به دوش هم برامون درست میکردن بعد یه چیزایی هم توش به ما میگفتن با یاهود خدا رحمتشون کنه بله بعد مهندس بیلی میومد بعد آقای مربوطه بهزاد آشتیانی میومد دام دارم دام دام دارم دام 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 آهنگش هم حفظم ده دقیقه قبل اخبار سراسری با زنش هر دو توده‌ای بودن هر دو هم به پهن خوردن روزگار افتادن خدا رو شد جمهوری اسلامی بعد خانوم چیز هم داشتیم برنامه کودکان هم داشتیم که شد زن داوود رشیدی توده‌ای بعد دای جان ناپلئون هم داشتیم صمد آقا هم داشتیم یعنی همه تیپ آدم رو میشوندن برای دم تلویزیون بعد کافشو هم داشتیم آقای بلژیکی هم داشتیم آقای قاتل هم داشتیم و اوتلو هم داشتیم بعد منصور سپرنی هم داشتیم گرشا رعوفی هم داشتیم محمد متوسلانی که مجاهد بود الان نوکر جمهوری اسلامی اون هم داشتیم بعد که همیشه فقیر بودن و بعد می شدن تصمیه رفع آخر فیلم می شدن پسران قار همون که گوزنا شد اصغر هرمی فروش سامید جمشید و مشهد همه چی داشتیم که خدا رو صد هزار مرتبه شد مغزمون یک لحظه یاد این نیفته که شاه داره چه خدماتی میکنه شهبانی داره چقدر زحمت میکشه اصلا ما وقتی ملت ایران
وقتی بالا از اشرف پهلوی رو میدید مثلا یه بسته هروئین میدید، فکر نمیکردید این بانو چه زحماتی داره پشت پرده برای زنان ایران میکشه، چه خدماتی داره در راه دارو و دکتر و دوا و بیمارستان میکنه، چه بزن بزنی را انداخته این بانوی بزرگ مقتدر عصر پهلوی دوم در خارج برای گرفتن حق به ملت ایران به خصوص بخش زنانش از دهان جهانیان. ما اینو نمیدیدیم، فهم گفتیم قاچاق میکنه. من نمیدیدیم شهر بانو مثلا میره با جوزان میره میشه نهار میخوره، اینو نمیدیدیم. میدیدیم چه کلاهی گذاشتی تو سرش، چه لباسو میکنی، میگن اون چه پالتویی پوشیدی، کفشاشو میکنی، اوناشو میدیدیم. چرا؟ چون چپ وابسته میخواست که ما اونا رو ببینیم. ما نمیدیدیم شاه وقتی تب از زلزله میشه خودش میشینه تو جیپ ارتش میره اونجا میگه همه چی درست میشه، جهان میگه کمک، میگه ما کمک نمیخوام، ما صدقه خور نیستیم مثل حسن صدقه خور. در عرض 48 ساعت شیر و خورشید سرخ ایران چادرها رو پخش میکنن، دکتر و دوا، اصلا انگار نه انگار تبس زیرو رو شده بود. و چهار تا انسان شریف مثل دکتر فریدون فرخزاد، مثل ستار با کنسرت و اینا جمع و جورش میکردن، تبس رو از تو خاک میکشیدن بیرون. بم زنده است، دیدم تو ببینی چقدر زنده است. بله، ما نمیدیدیم یه عینک تودهی های همیشه خائن، چپ وابسته و به ویژه مصدقی های کثافت ایران برباده زده بودن تو چشم ما، میگفتن این چی که ما میگیم نگاه کن، مثل شهر شهر فرنگ است، از همه رنگ است. ما میرفتیم سر رو میذاشتیم توی یه لوله‌ای بود، یه چیز فلزی بود، من خیلی بچه بودم. بعد یارو از اون بالا با دست این میچرخون، بعد توضیح میداد، این سینما رد میشد، ما میدیدیم چشم روزشتیم تو اون یارو چیزه لولهه، مثل لوله بود نگاه میکردیم. بعد خیلی برای اون جالب بود، گهگاهی هم اون که داشت این کاری میکرد مثلا رئیس بود آپاراتچی بود، یهو دستش میومد، ما دستش هم میدیدیم، میومد دست رو بکش کنار، اونم سیگار کنج لبش رو توپ توپ واسه ما تعریف میکرد. توده های همیشه خائن و مصدقی های ایران برباده میکردن، سرت بذار رو شونم و اون جایی که من بهت نشون میدم نگاه بکن، سرم رو بگیر تو دامنت، قربون بوی پیرهن آینن جون، آینن جون از لجنگلس اینا پخشون شد تهران. به جای ای ایران اگه خاک من از دست بره، جایی ندارم، دلم میمیره از قصدی، نای ندارم، ایران ایران. به جای اینا میگفت سرتو بذار رو دامنه، قربونه بوی پیرهنه، آینن جون، بی بی گل فدات بشم. اینا چشم تاریخ دور نمیمونه. این نسل که با 15 سال سن میاد میگه، دیدید با چه ادبیات قشنگی رو از منشأ هم یادم پخشش کردن، این جوانی که میره وانوسه و اونجا تخت جمشید برای ما پیام میفرسته، این نسل دیگه اینا تو کتش نمیده. بیدار شدم، تموم شد علی شیره ای، 4 ساله دارم بهت میگم تموم کارت. هیچ کس نمیتواند دیگر جمهوری اسلامی را نگه داره، ما مرده همه تون زنده. وقتی لگن فروش دوز میاد میگیره تموم کار، باید از قانون اساسی، چون دیگه براندازی نمیشه کرد، انقلاب نمیشه کرد، چون شاهزاده که میگن ما نمیخوام، من نمیخوام اصلا هیچ کاره باشم. پس بدونید پشت پرده قربون بوی دامن، سرم رو بگیر تو دامن، خیلی خبر هست. آره یهو میترکه، بد جوری هم میترکه. این ترکیدن اون ترکیدن نیست، این انقلاب انقلاب مشروطیت نیست، انقلاب کبیر و کفگیر هم نیست، انقلاب اکتبر روسیه نیست، این انقلاب استقلال امریکا نیست، این انقلاب صنعتی انگلیس نیست، این انقلاب الجزایر نیست، این انقلاب کوبا نیست، این انقلاب ماو در چین نیست، این انقلاب کبیر فرانسه نیست، این خیلی انقلابه، این جدن انقلابه، یعنی قشنگ باید بنویسیش انقلاب، قشنگ بنویسیش، دروش
بنویس، نام نویس، خیلی بد جوری بنویس. بعد انقلابی شد براتون، مرتجعین سرخ و سیاه. در این انقلاب همه دفنن، هم مرتجع سرخ هم سیاه. در این انقلاب هیچی به نام دین و ایدئولوژی چپ باقی نخواهد ماند. حرفای امشب منو ضبط کنید، میگوشه نگر دارید. امکان نداره من جمالت و عشق از رو معده حرف بزنم، چون اعتبار کلام یه مرد، یه انسان که از بین بره، برید میشید لگن فروش دوست خیلی را. یعنی دیگه از این بی اعتبارتر من تو آدم تو عمرم ندیدم، واقعا ندیدم، خدا شاهده. من از این بی اعتبارتر تو روی این آدم سنار نمیتونی چک بکشی، سنار، یه سناری نمیتونی چک بکشی. تو هر اسمی رو به من تو لجن جلس میگی من میشناسمشون، روشون میشه از یه دلار تا مثلا هزار دلار روشون چک کشی، رو این سنار نمیتونی چک بکشی. هر کس بغل دستی نشسته از این بی اعتبار داره. حالا تو که تو هر فکری داری برو بکن. من امکان نداره اعتبار کلاممو در برابر یک جمعی چه دو تن چه 200 میلیون تن باشن چه 7 میلیارد تن باشن، من محال از دست بدم. چون وقتی اعتبار کلامم از بین بره، پدر الی از اسرائیل زنگ نمیزنه، شاهزاده نمیدونم فدای شاهزاده، عاشق شاهزاده از استرالیا زنگ نمیزنه، فرشید از آلمان زنگ نمیزنه، فرشاد از اورنج کانتی زنگ نمیزنه، از لس آنجلس زنگ نمیزنن، از پاریس زنگ نمیزنن، از انگلیس زنگ نمیزنن، از هیچ جا دیگه زنگ نمیزنن. رعنای نوجوان از ترکیه زنگ نمیزنه، هیچ کس برام تره خورد نمیکنه. میگن این چرت پرت میگه، این کلامش اعتبار نداره. حالا تو برو هی بگو ما پستیم، ما خیستیم، ما جیش کردیم، ما نیستیم، ما زیر پتوییم، دولت دبیری در کار است، رادیو پدر زدم، رادیو ننه زدم، رادیو زدم، بیان من قهرمانم، من فقط یه روزنامه نویس ساده، من دیگر به هیچ کس توهین نمی کنم، دیگر لگن نمی فروشم، تو دهن خودم می زنم، خودم برای خودم دولت تعیین می کنم، بابا غلط کردم، بلا. فایده نداره. آبرو یه چکه عرقه که رو جبین انسانه، رو پیشونیه. وقتی آبرو، یعنی این عرق که رو پیشونی پاک کردی ریخت رو زمین، آبرو اونطوریه، وقتی ریخت دیگه نمیتونی جمعش کنی. کپیتو فرمودن بل. اما کارشان بد جوری تمام است. این بار اسمش بد جوری انقلابه. ایران برای نخستین بار و آخرین بار دست به یک دگرگونی عظیمی میزنن که از نظر سیاسی به آن میگوین انقلاب. ما آلمانی زبان ها میگیم رولوسیون، انقلاب. این چیزی به نام اسلام در ایران دیگر وجود نخواهد داشت. خدایی به شما بگم، در گوشتون بین خودمون علی شیره‌ای نشنوه، برای دفن اسلام شیعه اثنا حشره ما باید یک تاوان سنگین میدادیم، چون بدطوری رفتیم تو تار و پودمون. آریا مهر بزرگ، پهلوی بزرگ، رضا شاه بزرگ و آریا مهر بزرگ، پهلوی بزرگ، این دو بزرگ تاریخ آمده بودن که بدون هزینه ما این تاوان، این لجن رو دفنش بکنیم تو کثافت جمکران اسلام رو. آرام آرام گماس گماس رضا شاه بزرگ ایران نوین نشد درست کرد، پایه ها رو ریخت. آریا مهر بزرگ تمدن برای ما آورد که ما بدونیم به این میگن قاشق، جنگال، به این میگن کت، به این میگن شلوار، به این میگن زن، به این میگن بچه، به این میگن مهد کودک. در دونه به دونه اینه که دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخ، یک حرف و دو حرف بر زبانم الفاظ نشان به گفتن آموخ. اینطوری داشت ما رو میبرد جلو شاهنشاه. از بچگی ما رو آدم کرد، تربیت داشت میکرد، میابرد تا پدر بزرگ و مادر بزرگ. من پدر بزرگم مثلا عرض میکنم چپق میکشید، بعد حالا پدر بزرگ من اسمید به سیگار وینستو مثلا سیگار میکشید، تکامل پیدا کرد روز دیگه، زیر شلوار میپوشید، حالا دیگه مثلا که شلوار میپوشید. مادر بزرگ من لای چادر بود میشست رو چیز، این یارو جانماز بی خودکی گریه میکرد، یا رقیه.
همون مادر بزرگ با من اومدیم کابره ساتلیک رفتیم نشستیم با پدرم اونا یواشکی بشم شراب دادیم خورد خودشم فهمید به خودشم در بود خیلی هم حال کرد داشتیم درست میشدیم داشتیم آدم میشدیم ولی انگلیس فهمید که اگر ادامه پیدا کنه خیلی مؤدبانه با کت و شلوار و کراوات و شیک و خانوما همه آرایش کرده اسلام رو داریم میبریم تو قبرستان تاریخ طی مراسم با شکوی با سرود و با سالات و کوکا و کانادا و دوابلی اینو قشنگ دفنش کردیم خیلی مؤدبانه هم داریم با بیل میریزیم روش بعد گروه کرم داره میخونه خدا حافظ اینجوری میخواستیم اسلامو دفنش کنیم انگلیس فهمید خب اگه این بخواه اینجوری دفت بشه بعد من دکونم رو کجا برم چرترم رو مثل فلیچهت باز کجا برم بند کنم بیزم رو به احمد این فلیچهت باز خودش به خودش بدکاره اولا من خیلی سالا میشنستم یادم اغده این خودمطره و یک بیمار روانیه این با همه دعوا داره هر کسی رو دعوت میکنه اونجا یه پرس با یارو دعوا میکنه من با این یه مصاحبه داشتم روزی که با تیپا انداختنش از اون تویلی هم میشه بیرون من اولین کسی بودم که با این مصاحبه کردم زنگ زدم بهش و قبولم کرد اومد مصاحبه نبود بچه ها مرده و زنده شه آقا اینجوری چشاش به خاطر فحاشی که به علازه پهلوی سوم کرد بود چون من مصاحبه کننده بودم اما داشتم آروم میکردم و اگر قدرت من نبود میخوردنش اینو برحال انگلیس فهمید که اگر اسلام دفع بشه خب کجا بیه چترشو مثل فری چترباز پیاده بکنه حالا چرا میگم فری چترباز این تو سازمان برنامه بودجه وقتی رفیقاش میشستن تو سالن غذاخوری غذا میخوردن میرفت سر هر میز بگفته دوستاشو و نمیدونم یه قاشق میزده تو برنج این میخورده یه قاشق میزده کباب اون میخورده سیگار از این کار میگیرد یه بیمان آبجون میزده اسمش میگه فری چترباز حضورتون رو عرض کنم که خب شاهنشاه میخواست این کارو بکنه اینطوری اسلام رو از ایران ببره منتها خب انگلیس فهمید و یه جماعت کشید تو خیابون اومدن و گفتن استقلال آزادی جمهوری اسلامی یعنی گور پدر جشنون 2500 ساله و تمام فرمایشات خدای بیبدیل ایران و جهان که فرمایشات بود آن فرمایشات نطق نبود خطابه بود خطابه بزرگ تاریخ ما قشنگ گروه پدر همه چیز و تاریخ و ماریخ و گروش و پخامنش و ولش بکن گروش چیه پخامنه چیه نوک چیه حرفا چیه اسلام در خطره بجوی در خطره همون موقع اگر مثلا یه آدمی مثل من فضول الان با این سن و سال تو خیابونا یه ضبط صوت میکنم مثلا با یه میکروفون میگفتم آقا ببخشید بچه انقلاب میکنم آقا اسلام در خطر میگفتم میشه بفهمید چیه اسلام در خطره به شرافت بشر یه کسی میتونه جواب بده جوابشون میدین چیجی بود؟ آقا نگاه کنی سینماهای کشور ما ناکن به فحشا کشیده شده بودن خب برادر شما که خودت عاشق این سینمایی شما سینما نمیری؟ شما پاشن طلا رو نگاه نمی کنی؟ شورنگیز تبا تبایی رو نرفتی ببینی؟ فروزان رو نمی بینی؟ شما نمیری کافه عرف نمی خوری؟ شما اگر شما یه نفر نری این 10,000 نفر که تو خیابونی هیچ کدوم تو کافه نمیری؟ سینما نرفتی؟ آبجو نخوردین، عرق خوش داره محلتون نرفتین وای نمیسید کنار خیلی یه سیخ جیگر بخوری یه خودی آبجو از کلان پاک کنی بزنین چی در خطره؟ آخون که داره روزاشو میخونه تاسوها آشورتون هم که براه محرم سفرتون هم که هست که دیگه جشن عروسی هم که برگزار نمیشه هر چی از اصول اسلام اصنا حشرم هست که داره رعایت میشه قرآن خونیتون هم که به راهه مدارس اسلامی هم که داری مراکز چیز هم هست کتابخونه های اسلامیتون هم که هست پوستر هم چاپ میشه طرز نماز خوندن دولا شدن سیخ شدن راز شدن فلان اینا روزتون هم که به راهه ساندویچ هم که کرکرهشون میکشن پایین حالا شما جرئت نمیکنید برید بگید تکل کن حالا خب ما خودمون داریم تعظیم خودمون داریم رعایت میکنیم تو امجدیه از 10 تا فوتبالیست 8 تاش با زبون روزه داره فوتبال بازی میکنه تو امجدیه من بارها دیدم فلان بازیکن الان نمیخوام اسم بیارم بغل زمین شیلنگ آب میگرفت افطارش اونجا وا میکرد یه آب میخورد بودن روزه است مثلا آقای فلانی از هر باشگاهی داور بود که روزه بود خب چی در خطر میده احمق آنچه که در خطر بود خوشبختی سعادت پیشرفت تمدن و
آنچه که بهش میگفتن پیشرفت‌های انسانی و علمی و اجتماعی، ایران در خطر بود. ابله، نادان، احمق، بیشعور. ولی خب من که جرأت نمی‌کردم بگم، تیکه برام می‌کردم از این روز اسلام. اوکی؟ بنابراین آنچه که مسلم بود این بود که شاهنشاه آریامهر با روشی بسیار زیبا و مدبرانه و بسیار 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 ظریف، ضمن احترام گذاشتن به آداب ابلهانه اسلامی ما که تشریف می بردن در مشهد و دستشون هم قنوت میگن به اسلامی که وسط نماز میگیری و میسدن به امام نظام احترام میذاشتن، قنبل عظیم بود، فلان عظیم بود، فلان دین پدر و مادر بود، علاوه تشریف بردن با همسرشون احترام میذاشتن با فرزندانشون. اما شرابم دیگه دستور داده بودن وقتی من با فلان رئیس جمهور دارم شرابو میرم بالا دور بی نشون بده. قبلا نشون نمیدادن زیر سال 50، از جشن 2500 سال به بالا نشون دادن که علازت لیوانو زد بالا، داره میره بالا، داره شراب حالا شامپاین حالا هرچی مشروب دارن میروشن. به چشمتون کور بشه، میتونستی مسلمان باشی بنوشی، میتونستی هم بدی زیارت هم بکنی و میتونستی شیکم لباس بپوشی، ریش سیبیلت هم بزنی، قیافت مثل آدم باشه، نه مثل مثلا فرض کن علی شیره ای. آقا قیافت این داره مردی که من اینه ببینم اصلا سه روز قضا میفتم. صد رحمت به معصوم قومی، چون اینه ببینم دیگه تگری میزنه معصوم قومی رو. خیلی بعدش خواهد بود، ولی بازم صد رحمت به معصوم قومی. نه علی شیره ای دیگه چیه برا. بنابراین این انقلابی که در راه است و هست، آش کشک خالتونه انگلیسا، گلوبالیستا، حزب دموکرات امریکا، چپ جهان، آش کشک خالتونه، بخورید پاتونه، نخورید پاتونه. این یک روند تاریخی، محال جلوشو بگیرید. تونستید جلوی انقلاب رنسانس رو در اروپا بگیرید با اون عظمت کلیسا که همین جمهوری اسلامی آفتابه اون کلیسای روم نمیشه. دورانی که در رنسانس شد، آغاز شد این تولد نوین، این نوزایی نوین آغاز شد در اروپا. کسی اگر به آخون یعنی همون کشیش در اروپا میگفت بالا چشت ابرو، تمام بود کارش، سر تیر اعدام بودی، تو خود کلیسا اعدامت میکنه، میسوزوندن. همون بلایی که سر گالیله آوردن و به غلط کردن افتاد. من غلط کردم گفتم زمین داره دور خورشید میچرخه، من دور پدر خودم و قبل آبادم خندیدم، خورشید و همه دارن دور قرب مصدق ما میرن. و نه فقط اون، اکثر اندیشمندان بزرگ اروپا و تمام زمینه ها که اصلا آواره شدن، بعضیشون در رفتن بردفت از پرتغال، اسپانیا، ایتالیا، مثلا این آلمان فرار کردن با کشتی رفتن مثلا آواره آفریقا و اونور اقیانوس شدن. با همه اون قدرت رنسانس پیروز شد. بشر مغزش غیر قابل کنترله. اگر قرار بود که یک قدرتی اسمشو تو بذار آخون، خاخام، ششیش، هرچی میخوای اسمشو بذار، دیکتاتور، آدم کش، ماو، استالین، هیتلر، موسولینی، فیدل کاسترو، هر کی هر اسمی تو میخوای بذاری، چنگیز، نمیدونم تیمور، خمینی، اگر قادر بودن که تفکر بشر رو زندان کنن، ما هنوز تو قار بودیم، هنوز قار نشین بودیم، هنوز قیافه هامون در حد این معصوم قومی و دیگه نسل سی توده و اون یکی رسید کجاست اون چسونه هنچه چی بود اسمش زن تو ایران اصلا یادم رفت اما نسل سی توده بود اون که محمدی نرگس چقدر نرگس بود اون آمی ها رو تیخ کشه و اینا. ما هنوز در این حد بودیم، تیپ و قیافه و تفکر بود در حد این اراذل و باش بود، هنوز چهرامون از نیمرخ شبیه مثلا لگن پودش دوز بود، انگار که چیلنگ باشه اینی بادش کردن، هر روزم داره بیشتر ورم میکنه، هرچی ورم دنیا زده تو این از بس بوله هرون خورده هرون خورد. بعد بهترین حالتش ما حسن صدق خور بودیم دیگه، حالا تو هر فکری داری برو بکن. خیلی دیگه خوشتیب میشده، میشدیم محمود مشک دیگه، ببخشید امشب
همون هنرجوی هالیوود رو معرفی کردم. بنابراین اگر کسی میتونست مغز بشر رو کنترل بکنه، ما هنوز نشستیم تو قار، یکی چماق هم دستمون بود، اون دایناسور هم هر از چنگایی میمدن به میل خودش یه شیش هفت داره سوال کنه درشتاشو، بعد مینداختن توی دک و دهنشون میبردن تا مثلا فرد و پسها رو دوره حوض کنن بیان یه سری به نیش بکشن برن. احمق ها نمیتونید مغز بشر رو کنترل کنید. یه سنگر ایران آریایی بدون هیچ امکاناتی باعث شده که امروز جوون ایرانی از سراسر مملکت، میخواد ثابتش کنم ثابتش میکنم، تو خونه خودش با یه دونه تلفن بشینه تو خونه خودش عکس علاتت رو بذاره بگه من سرباز علاتت سی دوست داشته به اون پهلوی سپاه، شعبان و تولدت مبارک، شاداد تولدت مبارک، بعد دختر پسر تو خونه شیرینی بدن کیک بده. تونستید جلوی روند رو بگیرید؟ نه من عاملش بودم، نه آقای آریان وطن خان، نه هیچ کس. این روند تاریخ ما فقط وسیله بودیم، عامل نبودیم. من عامل حرکت ملت ایران نیستم، من یک وسیله هستم. من عامل تفکر نیستم، من فکر رو نیومدم بگم اینجوری که من میگم فکر کن، نه من یه وسیله شدم که میگم به نظر من اینجوری فکر کنید بهتره، جواب میده و جواب داد. خب و یه ملتی چون میتونه فکر کنه، ملت ایران ملت بزرگی است با همه گافایی که دادیم ما ملت بزرگی هستیم. از دل ملت ایران کوروش بزرگ بیرون اومد که یهودیان رو از زندان بابل آورد بیرون. بابل اون موقع اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی 1970 دوران برژنف بوده. اینطوری تصورش کنید که اگر یه مورچه روی مرزهای اتحاد شوروی میرفت، ارتش شوروی میفهمید مورچه دور تا دور مرزهای شوروی ماسه ریخته بودن، هر ساعت کنترل میشد مرزها که خطی روی این ماسه ها نباشه. ریل قطار شوروی، یه قطار از اروپا وارد شوروی میشد، ریل قطارش فرق میکرد، ریل قطارش باریکتر بود یا گشادتر، اینکه که باریکتر. خب شما نمیتونید جلو تفکر رو بگیرید، نمیشه. اون ملت بزرگ یه کوروشی داشت که رفت یهودی رو از زندان اون بابل کشید بیرون، که برید بخونید بابلیان کی بودن. خیلی قدرت بود. اگر کوروش در اون جنگ شکست میخورد، مسیر تاریخ ایران عوض میشد، مسیر تاریخ، چه بسا که اصلا ایرانی باقی نمیمون. قوم پارس تیر خلاص بهش خورده شده بود، چون بابل منتظر این اشتباه از سوی پارسیان بود، چون پیش از اون مادیون میخواستن این کارو بکنن، مادها، و نکردن. پس ببین کوروش دست به چه قمار بزرگ تاریخی زد. این یعنی ملت ایران. خشایارشا میدونست در مدیترانه چه خبره، میدونست چه نبردی اونجاست. اگر شکست میخورد مسیر تاریخ ایران عوض میشد. ما امروز چیزی به نام دریای مازندران و گیلان و آذربایجان و خراسان و عرض کنم این دشت قزوین و این زنجان و اینا رو نداشتیم. ما با همون شکست خشایارشا، برید بخونید تاریخ و بعد متوجه میشید من چی میگم. ما اگر نادر اشتباه رفت هندوستان، اگر در محاسباتش اشتباه میکرد، ما خیلی چیزا رو از دست میدادیم، خیلی چیزا. چه بسا که زندیه ای متولد نمیشد، که نمیشد. زندیه میوه افشاریه بود. و اگر کریم خان زن اشتباه تاریخی میکرد در برابر انگلیس ها، چه بسا که بساط قجر طور دیگری میشد، آقا محمد خانی به شکل دیگری ظهور میکرد. یک اشتباه باعث میشه مسیر تاریخ و کشورتون ملت عوض بشه، که سال 57 دیدیم مردشور قیافتون رو ببرن با اون حرکت. یعنی تیر خلاص در هیچ کشوری در دنیا چنین ملتی به خودش نزد که در سال 57 ملت ایران به خودش زد. در اوج اقتدار
خودمون از کوه نوک کوه دماوند آوردیم کردیم تو چاه جمجران. حالا دیگه تو هر فکری داری برو بکن. جناب مهندس فرمایشات خدایگان رو یه نشون بدید ممنونتون میشم. شماره 5 رو ببینید بچه هم زنگ زدن میان دونه دونه با هم به بهانه جشنای 2500 سال سالگرد شاهنشاهی ایران بریم با هم جلو درد دلی هم با هم بکنیم. پیش یکی از فرزندان این فرزند کوروش هخامنشی که به همان اندازه که متعلق به ملت ماست متعلق به تاریخ و عالم بشریت است کوشید تا با ایجاد تحولی اساسی در اصول حکومتی بیرحمانه جهان آنروز و با بنیانگذاری شیوه حکومتی تازه بر اساس احترام به حقوق و معتقدات افراد صفحه تازه‌ای را در تاریخ بگشاید. بسیار رهبران و متفکران و نیک اندیشان دیگر بعد از او به همین راهی رفتند که سیر تحول مستمر جامعه بشری به سوی کمال حاصل آن است. آرزو کنیم که با هم فکری و همگامی همه نیکندیشان جهان بار دیگر در عصر ما تاریخ ورق بخورد و صفحه تازه‌ای گشوده شود که در آن دیگر اثری از تاریکی ها از فقر و جهل و بیماری و گرسنگی از تبعیضها و از بی‌عدالتی ها نباشد. آرزو کنیم که فرزندان ما برای همیشه در جهانی فارغ از بیم و اضطراب به سر برند و در دیدگاه زندگی خیش چیزی به جز روشنایی و امید نداشته باشند. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرام. تیپ بود میبینید تو رو خدا شاهنشاه رو لباس نیروی هوایی امروز بوده. به هر حال سالروز نیروی هوایی شاهنشاه ایران هم هست که تبریک میگم به همه خدمانان و همه عزیزانی که در نیروی هوایی شاهنشاه ایران خدمت کردن به کشور و به ملت و روان همه اونهایی که دیگه در بین ما نیستن. تمام اینو برای ارتش، برای نیروی هوایی شاهنشاهی ایران، سرهنگا و افسرها و درجه دارا و سربازا و که یکی از نیروهای هوایی قدرتمند جهان بود که در آخرین رزمایشی که شد بین
خلبانای جهان مسابقات برگزار میشد، کارهای نمایشی نیروی هوایی شمشیر ایران بعد از ایالات متحده امریکا و شوروی به مقام سوم جهان رسید. خلبانان کشور شاهنشاهی بودن که خمینی هر کدوم از اون خلبانا چند میلیون دلار خرج برداشته بودن تا خلبان شده بود. خمینی خیلی راحت اون بیمار روانی و نوادکاران دستور اعدام همشون داد، همش هم به دستور انگلیس، دشمن قسم خورده ملت ایران. بچه خلبانایی که وقتی حکم اعدامشون در میومد، یکی چند تاشون من افتخار داشتم در آلمان بهشون آشنا شدم، هستن همیزن F4 خلبان های F4 و F5 بودن، بعضشون خلبان هلیکوپتر بودن. بعد با هم گفتن که بچه های نیرو هوایی سرود شاهنشاهی میخوندن، سلام نظامی میدادن، قدم رو میرفتن از تو سلول تا دم جوخه ایران. خیلی حرف ها، خیلی حرف دوان تمام نظامی ها دوانشون شد. بعد من بیام بشینم به مصدقی ها اتحاد کن، فین خدا بر هر میهن پرست با شرفی که بر سر این سفره خونین بنشینه. روز چهارشنبه خیلی حرفا هست که خیلی حرفا هست بهتون بزن. کانون پرستاری والعزت شاهدوخ اشرف پهلوی، درود به شرف همتون، درود به شرفتون، خیلی زحمت کشیدن پرستارهای عزیز داری من بجده خیلی هاشون اعدام کرده بیش شرف. کانون پرستاری ولعزت شاهدوخ اشرف پهلوی لطکر 60 دلار دست درد نکنه، خیلی ازت ممنونم. آقای منوچهر بختیاری هم 10 دلار خیلی ازت ممنونم، دوتون رو درد کرد. انقلاب عظیمی در راه، یک طوفان بزرگی در راه، شک و تردیدی نکن، یک روند تاریخی. نه من، نه تو و نه هیچ کس نمیتونه این مسیری که آغاز شده رو جلو شده بود. میشه که هر از چنگایی مسیر رو منحرف کرد، مثل این رودخانه هایی که راه افتادن از اون بالا داره میان و بر اساس یک سری کارها مثلا درخت ها رو بندازی جلوشون، سنگی مثلا بندازی جلوشون، یه ذره این مسیر این شتابی که داری میاد و شتاب این رودخانه داری میاد سرازیری، میتونی مثلا یه ذره مسیرشو منحرف کنی، اما نمیتونی جلوشو بگیری. یه مثالی هست همیشه قدیمی ها میزدن، میگفتن آب راه خودشو پیدا میکنه، جلوی حرکت آب رو نمیتونید بگیرید، فقط مسیرش رو میتونید تغییر بدید. اونم بستگی داره یه آب بارجه باشه یه رودخونه عظیم باشه. این حرکت آغاز شده تو ایران، ملت ایران بهای سنگینی برای دو چیز پرداخت، در حالی که میتونستیم اگر عقل میداشتند آن نست که نداشتند، مثل که پدر بزرگای ما، پدران و پدران و پدران ما عقل نداشتند، بازی رو به عمر باختن، جنگ رو باختیم. مثل که اگر خوارزم شاهیان شعور میداشتن، این چنگیز روانی رو انگولکش نمی کنن، اصلا مردی که کاری به کار ما نداشت، حتی پیام دوستی هم برای ما فرستاد که از طریق جادوی ابریشم ما رفاقت بکن. و ملک شاه بیشور مسیر کشور ما رو تغییر داد. اگر عقل می داشت قجر، بعد از زندیه کار به اینجا نمی کشید که اصلا لطفعلی خان و اون مرد شجاع رو به قتل برسونه. اگر ما عقل می داشتیم مسیر تاریخ کشورمون این نمی شد. نداشتیم، بدون تعارف هر نسلی در ایران یک ضربه زد به نسل بعدی.
آخرین ضربه‌ای بود که ما خوردیم. به چند دلیل. نخست اینکه مطالعات بالا رفته. علم و دانش در جهان بالا رفته. بچه‌ها بلدن پژوهش بکنن. بچه‌ها بلدن فکر بکنن. یک جامعه‌ای که عادت بکنه به تفکر، به فکر کردن، این جامعه پیشرفت میکنه. یکی از دلایل پیشرفت اروپا تفکر بود. یارو نشست فکر کرد من چطوری میتونم از دست این شمع نجات پیدا کنم، از دست این چراغ نجات پیدا بکنم و برق به وجود اومد. نشستم فکر کردم من چطوری اینجا میتونم بشینم مثلا با عمم که 6 تا خیابون اونورتر ارتباط برقرار کنم. اینقدر فکر کردم تا تلفن به وجود اومد. من چطوری میتونم این مسیری که با اسب و الاغ و با قاطر و با چطورم درشکه مثلا میخوام از این شهر به اون شهر برم، اونو چطوری میتونم سریعش بکنم؟ اتومبیل اومد، لوکوموتیو اومد، راه آهن اومد. من چطور میتونم این اقیانوس و این دریا رو طی بکنم؟ چون دیگه اینجا روش نمیشه پل زد، هواپیما اومد. ما چطوری میتونیم جلوی فلان مریضی رو بگیریم؟ فکر کردم، نشستم داروش رو درست کردم، واکسنش رو درست کردم. ما این بار داریم فکر میکنیم. من دارم میبینم این نسل با اشکالاتی هم که داره، خب چه کار کنه؟ اشکال داره. کی بهش یاد داده؟ من خودم ازشون اشکال میگیرم، ولی تای دل خودم میگم یه ذره انصاف داشته باش. این جوون کی بهش چی یاد داده؟ خیلی بریم خودمونو شوک کنیم. پسر نوجوان 15-16 ساله میاد به اولیا تبریک میگه. اون 15 سالشه. من 15 سالم بود هیچی نمیدونستم توی دنیا چه خبره، فقط میدونستم تو امجدیه چه خبره. 15 ساله الان با 15 ساله من خیلی فرق میکنه. 20 ساله الان با 20 ساله من خیلی فرق میکنه. من 20 ساله بودم میگفتم چادر نماز گلگلی پشت بومای کاغلی، چرا دختره خونه نمیاد، این پا و اون پا کردن ها، سر کوچه گب زدن. ما تو این فکر رو بودیم، ولی جوان 20 ساله الان تکنولوژی دو دستشه. من نمیتونم به جوان 20 ساله الان بیان بگم مختر تلفن مثلا کریستوف کنون ما چه بری برد بلا میگه چه دو چفته میگه اصلا کاشف به اختراع چه در بوده. این نسل نسلیه که اومده حقشو بگیره، نه فقط حق خودشو. این نسل اومده حق تاریخ رو، یعنی اومده جریبان بذارید دیکتاشو اینطوری بهتون بگیم. این نسل کنونی نه فقط در ایران و در کشورهای عربی هم همینطوره. این نسلیه که با اعرابی که ما نسل من هنوز باش مشکل داره، با اون اعراب دست دوستی دراز میکنه. من به شما قول میدم این نسل کنونی که ایران رو برگردونه به جایگاه خودش، با افغانی، پاکستانی، کشورهای عربی، ترکیه، با همه چنان دوستی و رفاقتی برقرار بکنه، چون نسلایی که تو اون کشورها هم هستن مثل اینا، تکنولوژی با همه بدیایی که داشت یه خوبی داشت، یک وحدتی در بین جامعه بشری به وجود آورد. ما همه فهمیدیم که یهودی بودن، مسیحی بودن، مسلمان بودن، بهایی بودن، هر چیزی بودن جرم نیست. سیاه و زرد و سفید و قرمز و بنفش بودن جرم نیست. جرم تفکر زشت ماست. ما جرم پلید بودن اون سرشت ماست. مشروط خواه بودن، کمونیست بودن جرم نیست. جرم اینی که من مشروط خواه چاقو برداشتم سر کمونیست رو ببرم، کمونیست چاقو برداشت سر منو ببره. چرا؟ نمیخوایم با هم حرف بزنیم. هنوز به مرحله تفکر نرسیدیم. هنوز میخوایم همدیگر رو دفن بکنیم، بزنیم لت و پار بکنیم. خود بنده نمونش. چرا؟ چون اگر نزنم میزننم، اگر ندارم میدارنم. منو مجبور کردن که اونها رو بدارم، چون دارم میبینم اونها دارن منو میدارن. چون توی اساسنامه‌شون مینویسن مشروطیت غیر قانونیه. حسن صدق خود میگه اصلا نظام مشروطیت ممنوعه. کثافت صدق خود و بچه‌ها خود، من مجبورم بهش بگم کثافت صدق خود و بچه‌ها خود، چون شعور نداره، تکامل فکری نداره. چرا؟ چون لقمه‌ای که گذاشتن جلوش خوردن لقمه استعمار بوده که سید کاظم شریعت مداری بهش داده خورده. نون استعمار خورده، با صدقه استعمار بزرگ شده و با صدقه ملت ایران. برای همین هستش که من میگم نسل کنونی نسلی هستش که اومده
جریبان تاریخ رو گرفته، جلوی تاریخ رو این نسل جوان تو دستش گرفته. من دارم میبینم نوشته هاشون رو تو تلویزیون. تازه خیلی وقتم کمه، کم باشون در ارتباطم، وقت خیلی کم دارم براشون. همون یک درصدی هم که وقت دارم دارم میبینم یک نسل بسیار باهوش در این حال سرکش و غیر قابل کنترل، نسلی که نمیتونی سرش رو کلاه بذاری، بلکه سرت رو کلاه هم میذاره، نسلی که جلوی تاریخ رو گرفته داره فشار میده، میگه من اومدم با دو چیز بجنگم، یک چیز رو از خودم دور کنم بندازمش به لجندان تاریخ و یک چیزی رو برگردونم در وجود خودم. آن چیست؟ اسلام. از وجود من باید بره بیرون که مثل پدران و مادرانم نرم در این مسلخ شیعه‌گری و اون رو به قبرستان تاریخ، به آن لجندان تاریخ بسپارم و در کنارش اون مهر و محبت آریایی رو، اون زیبایی های ایرانی بودن خودمو، اون ناسیونالیسم زیبا رو به خودم برگردونم که افتخار بکنم و بفهمم چرا میگم خدا شاه میهن، که دیگه مصدقی مسخرم نکنه، کمونیسم مسخرم نکنه، اون تنلش نشینه در فلان ناکجا آباد بنگاه لجن پراکنی بی بی سی به عنوان یک کمونیست ابله و بگه دوران ابرمرد تمام شد. نه بیشعور، تو نمیفهمی دوران ابرمرد تازه آغاز شده، چون ابرمرد در یک مرد خلاصه نمیشه. تو احمق نمیفهمی که هنوز در ایدئولوژی مارکس و انگلز بیشعور چون باته زدی و نمیفهمی که جهان کپیتالیسم کمونیست خورد، و نمیفهمی که پوتین متولد تولد یافته کپیتالیسم جهانه. بیشعور و هنوز نمیدونی که همین ولادیمیر پوتینی که تو ادعا میکنی که اومده بازسازی بکنه کمونیست رو برای دهه آینده، احمق، اون اومده بورژوازی تزار رو در روسیه پیاده بکنه و تو نمیفهمی، چون تقصیر نداری. چرا؟ چون مثل تارنکبوت ایدئولوژی چپ مختو منفجر کرده که در بهترین حالتش، در تکامل یافته ترین حالتش میشه اسماعیل خویی، میشه منفرد زاده، میشه قنبری، که تازه میفهمی ای دل غافل، 50-60 سال یا هر چند سال، نیم قرن، آنچه که گفتم، آنچه که در افکار خودم برای خودم بافتم همش مزخرف بوده، و یا تبدیل میشه به پرویز دلیچخانی که هنوز نشسته در یک فوشنامه به نام آرش هنوز داره به میانپرستان فحاشی میکنه، یک ابله احمقی که به راستی از نظر شعور از علی پروین هم پایین‌تر این بیشعور پرویز دلیچخانی. من میشه یه انسان اینقدر احمق باشه؟ چرا؟ وابستن، خائنن، از صابون پس خونه، بیای بشی کاپیتان تیم ملی بعد فحاشی بکنی به همون سیستمی که تو رو، تو ابله رو رسونده به اونجا، که امروز خودت و فرزندانت هرچه داری دولتی سر آن مردیست که رفیقه در فلان ناکجابات میگه آن که آن شاه که به صد مهره نمیباخ لشکر پیاده تاجا در میدان اثرش فرداش. این دیگه چقدر بیشعوره، یا خودشو به بیشعوری زده، که پس از هزاران هزار جزوه و سند و مدرک که شورش 57 نه تنها انقلاب نبود، بلکه یک شورش، یک توطئه و یک دسیسه بین المللی بود که سناریوش در لندن نوشته شد و کارگردان جیمی کارتر امریکایی بود و پا اندازا و جا اندازاش فرانسه و آلمان بودن، هنوز تو بگی انقلاب اسلامی و دیکتاتوری شاه، که چهارشنبه به خدمت بقیه عراض الوباش خواهیم رسید، و این نسل اومده گریبان تاریخ رو گرفته، اومده به تاریخ میگه من دیگه نمیخوام 17 بار در برابر کعبه دلار راست بشم، چون اساسا من اعتقادی به اون اتاقک ندارم. چرا؟ چون عربستان سعودی که مرکز تمام این داستان ها و این احادیث و این مزخرفات است، خودش اعتقادی به این داستان نداره و ثابت کرده، و به زودی خواهید دید، به زودی نه فردا، ولی فردای تاریخ خواهید دید که در همون عربستان، در همون مکه، در مدینه النور و غیر وزالک چه کنسرت هایی برگزار خواهد شد. این روند تاریخ، نمیتونی جلوشو بگیری، تو نمیتونی تا ابد به زن عربستان بگی تو
بدون اجازه مرد نمیتونی بری بیرون. برای همینه که میان امروز در امارات عربی، در بحرین، در این بر اونور میگن زن میتونه گواهینامه بگیره، فلان خواننده میتونه اینجا بیاد بخونه، مشروب فروشی میتونه باز بشه. نمیشه، به دلیل اینکه این روند من تا یه حدی میتونم به بچه‌م بگم سیگار نکش، مشروب نخور، بیرون نرو، با این حرف نزن، با اون حرف نزن. اون تا اون لحظه که توی اون مثل قناری که تو اون قفسه، در این قفس باز شه میپره میره. بعد اینقدر من روش فشار آوردم، حالا راحت میره میشینه، به جای یه دونه سیگار یه پاکت سیگار میکشه، به جای یه دونه آبجو میره میشه دو بوت ویسکی میخوره، به جای اینکه با این و اون حرف نزنه رسما میره میشینه وسط یه مش لاتول چاقوکش، چون از بس تحت فشار من قرارش دادم. پس باید با بچه گفتگو کرد، باید باش صحبت کرد، باید بهش خط مؤدبانه داد، باید بفهمی اون انسان میفهمه. نمیتونه در برابر یک جایی 17 بار دلاراست بشم. من نمیخوام یک ماه معدم خالی باشه، دهنم بوی لجن بده، بگم ماه مبارک رمضان. نمیخوام. من میخوام خودم انتخاب کنم چی بخورم، چی بنوشم، چی بپوشم. و دیدید که جمهوری اسلامی مجبور شد چای خانه درست بکنه و یه سری انسانهایی که به هر حال از توی این جامعه اومده بیرون و آهنگای چند تا از این خواننده های سابق کوچه بازاری رو اونجا با ضربی و تنبکی و چه بدونم تار و کمون چی بخونن، مجبور شد جمهوری اسلامی در برابر خواست ملت ایران سر تعظیم به فرود بیاره که سرانجام یه آقایی بره اونجا میکروفون رو بگیره دستش، مثلا فرض کنید آهنگ سوسن رو بخونه و یه عده‌ای نشستن جدا هم از هم، زن و مرد و فلان و بیسار اینا، روسری هم یه ذره شل، مشروبم نیست اون رو، دارن غذا میخورن ولی اونم اون بالا داره میخونه، داره آهنگ علی نظری رو میخونه. این اجبار تاریخه، نمیتونی جلوشو بگیری. موسیقی فرامرزه، از مرزها گذشته، فرار کرده از مرزها، فراتر از مرزه. تو نمیتونی بهش بگی فقط این موسیقی که من میگم تو باید تعزیه گوش کنی، تو نمیتونی فقط به ملت بگی باید بشین شجریان گوش کنی. نمیشه، نمیتونی. این ملت شهرام شهپر هم میخواد، این ملت آقاسی هم میخواد، این ملت ستار هم میخواد، شجریان هم میخواد، گلپایگانی و ایرج هم میخواد. تو نمیتونی به یه ملت بگی فقط سیاب و قهوه‌ای و توسی و سرمه‌ای بپوش. نمیتونی. نه، یارو میخواد کرم بپوش، بنفش بپوش، قرمز بپوش، آبی بپوش، زرد بپوش، تو رو سنت به تو چه من تو وزودی. تو نمیتونی به زن فقط بگی باید دامن شلوار بپوشی و مانتو بپوشی. نه، اون دوست داره اصلا دامن سه وجب بالای زانو بپوشه. به تو شما من دوست دارم با زنم اصلا برم بیرون، زنم اینقدر سکسی بپوشه همه نگاهش کنن. به تو شما تو حضورم. مگه زن من نیست؟ چرا؟ خب من دوست دارم زنم اونطوری بپوشه. من دوست دارم با زنم برم استخ. به تو شما تو حضورم. آقا بدنشو نگاه کن. من اصلا دوست دارم یه کار کنم همه نگاه کنن. به تو شما بود. تو چه کاری که به ناموس من دخالت کنی؟ تو بی ناموس میخوای ناموس من دفاع بکنی؟ تو اگه ناموس باشی که تو کربلا واسه خاطر یه لقمه نون و زن فک و فامیل خودتو با قمه نمیزدی که مجبور شن سرت ببرن، چرا داری چرت برد میگی؟ این نسل اومده فراتر از مرزها داره میره بیرون و رفت در تمام زمین ها. موسیقی رو من حروم کردم، رفتن تو زیر زمین ها موسیقی زدن، مشروب رو حروم کردن خودشون تو خونه درست کردن، اوایلش لباس پوشیدن برای زنا رو ممنوع کردن، مانتو طوری پوشیدن از 100 تا لباس سکسی بدتر. نمیشه، نمیتونید. باید در برابر ملت بزرگ ایران سر تعظیم فرود بیارید. آدرستون اشتباه بود، شما پروازتون جایی اومد، شما در جایی آمدید، چتر خودتون رو پیاده کردی که اونجا پاکستان نیست، بنگلادش و سریلانکا نیست، اونجا آفریقای عقب افتاده نیست، آنجا اسمش پارسه، کشور ایرانه، کشور آریایی با اقوام گوناگون. آنجا سرزمینی است که خدایگان در جشنواره 2500 سالگرد شاهنشاهی ایران تاریخ رو در برابر چشم جهانیان به نمایش درآورد که دنیا نوشت. بعد از کنگره اتریش این بزرگترین گردهمایی بود که تا امروز چنین گردهمایی تا امروز نبوده. اگر بوده بیاین به من بگین کجا بوده. نشست سران کشورهای غیر متحد، نشست سران اتحادیه اروپا، نشست سران ناتو، نه اونطوری، اون جشن جشن، نه نشست برای که یوگوسلاوی رو چجوری بزنی. زود جناب مهندس شماره 6 اگر نه لینک اعلی حضرت رو میخواییم پخش کنیم، 10 دقیقه است برای حسن ختام برنامه.
لینکی هستش که من جناب مهندس شماره 76 رو ولش کنم جناب مهندس. این لینک برای حسن ختام برنامه است که باید پخش بشه، 10 دقیقه هست، فرمایشات اعلی حضرت خدایگان آریامهر بزرگ در برابر آرامگاه کوروش بزرگ. بچه‌ها اینو ضبط کنید، فشردش کنید، چون لینک من یوتیوبه، فشردش کنید، اگر میتونید پخش کنید، گوش کنید، اول خودتون گوش کنید بفهمید، پخش کنید در هر جا که شما بچه‌های مشروطه کار کانال بدید، در دنیای مجازی کتابخانی را بندازید، راجع به فرمایش در ازا صحبت کنید، نگید این چی گفت اون چی گفت، این چی گفت اون چی گفت، به هیچ جا نمیرسه، دارن بهتون خط انحرافی میدن تو اینستاگرام، آقا یه کانال زدن دارن به شاهزاده فوش میدن، بذارید بدن کارتون رو بکنید، بچهای مشروطه خواه رو جمع کنید، این نوجوان ها رو جمع کنید دور خودتون که اینا بفهمن که جشنان 2500 ساله برای چی بوده، بدونن ما چرا رو 4 آبان، رو 7 آبان، رو 9 آبان داریم مانوف میایم، بدونن چرا امسال تولد اولیا حضرت رو اینقدر با شکوه تر از سالهای دیگه برگزار کردیم، بدونن جریان واقعیت پهلوی چی بوده، به همه چیز رو بدونن، باید بدانیم. من سریع تموم کنم چون 10 دقیقه است این فایل. با سپاس از جناب مهندس سیاوش گرامی اسامی رو میگیم، از حضورتون مرخص میشیم تا روز چهارشنبه که در خدمتتون خواهیم بود. بازم از همتون سپاسگزارم و تبریک میگم این جشن‌های زیبای 2500 ساله رو. آریامهر بی نهایت سپاسگزاریم که عزت، شرافت و اقتدار از دست رفته ما ملت ایران رو شما پادشاه بزرگ و پدر بزرگوارتون به ملت ایران برگردوندن. ما هر چه داریم از پهلوی داریم. آریامهر آسوده بخواب، فرزند نیک ایران آسوده بخواب، ما هممون بیداریم، نسل کنونی بیدار است. بذری که پدر شما کاشت و شما این بذر رو آبیاریش کردید، حالا داره جوونه‌هاش زده بیرون و این گلها ایران رو نجات خواهند داد. آریامهر آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم و همواره نیز بیدار خواهیم بود. خدایش بیامرزد که به راستی ابرمرد تاریخ قرن بیستم، ابرمرد تاریخ ایران و جهان بود. سر تعظیم در برابر پیکر پاک و امانت سپرده شده اعلی حضرت شاهنشاه آریامهر بزرگ، ابرمرد تاریخ ایران و جهان. روان شد آریامهر، ما رو ببخش آریامهر، ما رو ببخش، ما رو مورد عفو ملوکانه قرار بده. روان شد پدر الی از اسرائیل 75 دلار، آقا فرشید هم از آلمان 5 یورو، سپاس از هر دوی شما عزیزان، عاشق شاهزاده استرالیا 30 دلار، سپاس از شما همشهری امیرکبیر 25 دلار، سپاس از شما کانون پرستاری والحضرت شاهتوق اشرف پهلوی 60 دلار، سپاس از شما و آقای منوچهر بختیاری هم 10 دلار. بی‌نهایت از همتون سپاسگزارم، فایل رو گوش کنم. و آقا سعید هم لطف کرد از آلمان 10 دلار. این فایل رو تا آخر گوش کنید، خیلی خیلی مهمه. شاد و پیروز باشید. پاینده ایران جاوید شاد. 20 مهر ماه 1350، پاسارگاد، ایران. اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر، اولیا حضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران و والا حضرت همایون ولایت عهد همکنون به پاسارگاد تشریف فرما شدند و در جایگاه مخصوص نزول اجلال فرمودند. ملتی بزرگ با سرافرازی و شادمانی فراوان 2500 سال بنیانگذاری شاهنشاهی خود را جشن می‌گیرد. آفتاب درخشان ایران مانند همیشه فروزندگی ویژه‌ای دارد. سکوت و انتظاری خاص در پاسارگاد فرمان رواست. آرامگاه کوروش بزرگ در این سکوت و انتظار بیش از همیشه شکوهمند می نماید. کوروش هخامنشی بنیانگذار شاهنشاهی ایران، نخستین کسی است که آزادی و برابری جهانیان را اعلام نمود. اینک شاهنشاه آریامهر به سوی آرامگاه کوروش گام برمی‌دارد. همه خاموش و با دقت ناظر این برنامه پرشکوه تاریخی هستند.
نسیمی که نرم نرم میوزد پرچمها را به اهتزاز میآورد و به این سکوت جذبه‌ای توصیف ناپذیر میبخشد. اکنون ساعت 11:30 بامداد است. دلها در سینه ها میتپند. لحظات به سنگینی میگذرد. لحظاتی سرشار از سرافرازی. لحظاتی لبریز از شور و هیجان. در این لحظه تاریخی نه تنها مردمی که در پاسارگاد گرد آمدند بلکه همه جهانیان مشتاق آنند که بدانند چگونه شاهنشاه آریامهر از نخستین بنیانگذار شاهنشاهی ایران کوروش بزرگ هخامنشی تجلیل می فرماید. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه هخامنشی، شاه ایران زمین، از جانب من شاهنشاه ایران و از جانب ملت من بر تو درود باد. در این لحظه پرشکوه تاریخ ایران من و همه ایرانیان، همه فرزندان این شاهنشاهی کهن که 2500 سال پیش به دست تو بنیاد نهاده شد، در برابر آرامگاه تو سر ستایش فرود می آوریم و خاطره فراموش نشدنی تو را پاس می داریم. همه ما در این هنگام که ایران نو با افتخارات کهن پیمان تازه می بندد، کوروش به نام قهرمان جاودان تاریخ ایران، به نام بنیانگذار کهنسال ترین شاهنشاهی جهان، به نام آزادی بخش بزرگ تاریخ، به نام فرزند شایسته بشریت درود می‌فرستیم. کوروش، ما امروز در برابر آرامگاه ابدی تو گرد آمده ایم تا به تو بگوییم آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم و برای نگاهبانی میراث پر افتخار تو همواره بیدار خواهیم بود. سوگند یاد می کنیم که آن پرچمی را که تو 2500 سال پیش برافراشتی همچنان افراشته و در اهتزاز نگاه خواهیم داشت. سوگند یاد می کنیم که بزرگی و سربلندی این سرزمین را به عنوان ودیعه مقدس که گذشتگان ما به ما سپرده‌اند با اراده پولادین حفظ خواهیم کرد و این کشور را سربلندتر و پیروزتر از همیشه به آیندگان خیش خواهیم سپرد. سوگند یاد می‌کنیم که سنت بشردوستی و نیک‌اندیشی را که تو اساس شاهنشاهی ایران قرار دادی هم باروستی و حقیقت خواهیم بود.
در این 25 قرن کشور تو و کشور من شاهد سهمگین ترین حوادثی شد که در تاریخ جهان برای ملتی روی داده است و با این همه هرگز این ملت در برابر دشواری های گران سر تسلیم فرود نیاورد. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. و در همه این مدت علارغم تیرگی ها این سرزمین فروغ جاودان همچنان تجلیگاه اخلاق و کانون ابدی اندیشه باقی ماند. اکنون ما در اینجا آمده ایم تا با سربلندی به تو بگوییم که پس از گذشت 25 قرن امروز نیز مانند دوران پر افتخار تو پرچم شاهنشاهی ایران پیروزمندانه در اهتزاز است. امروز نیز مانند روزگار تو نام ایران در سراسر گیتی با احترام و ستایش بسیار در آمیخته است. امروز نیز مانند عصر تو ایران در صحنه پرآشوب جهان پیام آور آزادگی و بشر دوستی و پاسدار والاترین آرمانهای انسانی است. مشعلی که تو برافروختی و در طول 2500 سال هرگز در برابر تندبادهای حوادث خاموش نشد، امروز نیز فروزانتر و تابناکتر از همیشه در این سرزمین نورافشان است و فروغ آن همچون دوران تو از مرزهای ایران زمین بسیار فراتر رفته است. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود.